سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به علی جان شو خوش اومدید. امروز هم تو استودیو نیستیم. من اصلا دیگه راه نمیدن اونجا، میگن علی جان همش باید بری بیرون. اشکال نداره، منم که خوشحالم از این موضوع. امروز اومدیم به شهر لونگوی جنوب مونتریال، حدود 25 دقیقه جنوب مونتریال. اگه تونستید بگین لونگوی به فرنچ، اگه تونستید بگید یعنی تو کبک خیلی وقت بودید. تمرین کنید اینو حتما. خب ما حالا اومدیم اینجا رستوران هیپو برگر در شهر لونگوی با مدیریت ایرانی. یه نفر الان به من سلام کرد، نمیدونم چی گفت ولی اشکال نداره، بای. خلاص اومدیم اینجا یه همبرگر یا چیکن برگر درست کنیم و این همبرگر یا چیکن برگر رو می‌خوایم به منیو این رستوران اضافه کنیم. اگه گفتید به چه اسمی؟ به اسم علی جان برگر. بله درسته، من اومدم اینجا همبرگر درست کنم. همینطوری که می‌بینید لباسم پوشیدم، آمادم، می‌خوام برم الان توی آشپزخونه این رستوران. آماده هستید؟ بریم ببینیم چه خبره. بریم با علی جان همبرگر درست کنیم. بیایم بریم. این بعد بینندگان جان عزیز، الان میخواییم داخل آشپزخونه بشم که برگر رو اضافه کنم به منیو این رستوران و منتظر آقای شف هستم، آقای اسفندیار باهری. سلام علی جان، سلام علی جان، خوش اومدی. خیلی ممنون، شما خوبی؟ خب من میتونم شما رو اسی جان صدا کنم؟ چرا نمیتونی؟ مرسی، خیلی متشکرم. خب من آمادم که بریم این برگرمون رو درست کنیم. باشه، اول میتونی بپوشین قبل از اینکه بالاش پس خونه بشی. من اینو کجا اینو بده من میگیرم. شما میگیرید. شما اینو بپوشین. اینو بپوشم. بسیار خوب. چرا برعکس میپوشی علی جان؟ من آخه من الان نپوشیدم این چیزا. بابا لباس کونگ فو که نیست از این ور از من. بینندگان جان های عزیز، عذر میخوام. شما سایز کوچیک‌تر نداشتین. فیت شماست، نگران نباشید. فیت هیپوه، فیت من که نیست. خواهش کنم نداره. ببینیم چه خبره. اسی جان میشه خورده توضیح بدید شما معمولاً چه چیزایی رو برگر را میذارین و چی هستن اونو هستن؟ برای معمولاً بود همبرگر پیاز سوته یعنی سرخ کرده، ماشروم سرخ کرده و بیکن سرخ کرده ما می‌ریزیم. درسته. به اضافه پنیر اگر مشتری خوب دوست داشته باشه. چه نوع پنیری؟ ما دو نوع پنیر، یعنی سوئیس داریم، پنیر سفید، یعنی چدار هستش، یا زرد است و یا به عبارت دیگه آمریکن چیز، پنیر آمریکن چیز. خب بسیار خب، من امروز میخوام یه همبرگر مرغ درست کنم. چرا که نه؟ باش، میشه گفت همبرگر مرغ دیگه درسته؟ چرا؟ اوکی باش. هر چی دوست داری میتونی بگی. هر چی بگم. خب باشه، اشکال نداره. خب پس اول بریم من انتخاب کنم چی میخوام بذارم اول. خب پس اینا رو من استفاده خواهم کرد. البته این هات داگ نمیدونم اینجا چه، ولی خب باشه، حالا بعدن یه کاریش میکنم اونو. پس اینا رو میخوام استفاده کنیم. خب حالا بریم مرغ رو درست کنیم. این مرغ بود یا خروس؟ این اول جوجه بود. اول جوجه. خب باشه، اشکال نداره. خب حالا من میخوام یه خورده پیاز بریزم توش. بله خیلی عالی. پیاز بریزم. شما شفین دیگه، هر بله میدونم. بعد قارچم بنزیم توشو. اینا رو بنزیم توش، نه اینو اینطوری نه. بغلش ببر. بغلش ببر. خب دیگه شما شفین دیگه. خب یه خورده نمک میخوام بریزم. نمک رو اینطوری می‌دونی معمولاً چش نخوریم، باید نمک کنید توی پشت سرتون بریزیم. می‌دونی که حالا اشکال نداره، ما این خورد نمک می‌ریزیم. خب اشکال نداره. این با فلفل یکم هم فلفل می‌ریزیم. بله فلفل. خب بعد فکر کنم می‌خورد پاپریکام اد بهش اضافه کنم. نه پاپریکام اگه آره پاپریکام باشه. پاپریکا رو می‌زنم روش، خورده فلفل پاپریکا. زیاد که نباید بریزم. نه کم، همون کافیه. همین کافیه. خیلی تون بشه، نه بیم بخوریمش. فلفل کاین؟ باشه، فلفل کاین. یه خورده اضافه میکنم بهش. چه چیزی بشه این؟ ازی جان، من واقعا معرکه میشه. آره. شما درست کنی معرکه میشه. البته من چیزم دارم روش میذارم، اما منظورم چیزی میشه، منظورم این پنیر خوبی میشه. پنیر خوبی میشه، آره دقیقاً. خب اینم میذاریم اینجا. خب بعد حالا اینو باید قاطی کنیم دیگه. آره. آره، میتونید دستتون استفاده کنید. یعنی مثلا با دست قاطیش کنید. بینندگان جان عزیز، مرغم آماده است. میخوایم بذاریم مثلا رو گریل. شما گفتید که به نظر شما این گریل بهتره یا این؟ اینجا بهتره. چرا اینجا بهتره؟ چون وقتی سرخ میشه مزهش خوشمزه‌تر میشه. بیشتر به درد مثلا کباب یا همبرگر میخوره. پشت قرمز. کباب کوبیده. یاره اونم میشه درست کرد. استیک. استیک هم خوب میشه اینجا. خب. مثلا استیک اینجا زیاد خوشمزه نمیشه. خب. یا همبرگر میتونی اینجا هم درست کنی. ولی خب. مزه که آتیش بهش میذاره اون بود میره تو گوش، اصلا یه چیز دیگه است. مزهش یه فاجعه.
بینندگان عزیز، اینجا دو تا چیکن برگر هست، ولی من فکر کنم این صدایی داد، من فکر کنم اینو استفاده کنم به عنوان چیکن برگر علی جان. این چیکن برگر زبدری رو حالا یه کاریش میکنیم، ولی این من خیلی بیشتر خوشم اومد از این. پس بریم اینو درستش کنیم. بریم. آماده است. حالا برای دیزاین، برای دیزاین آخرش فکر کنم کچابه، ولی اشکال آه کچاب هم اینجا داریم. خب این برام کچاب اضافه میکنیم. برای سس هیپو خیلی خوشمزه است، یه ذره اسپایسیه. اسپایسیه. خب نظرتون چیه؟ عالی. همبرگر علی جان. امیدوارم خوب شده باشه. چقدر عالی شده. عالی شد. عالی شد. خیلی خوشمزه شد. این انگا جان عزیز، حتما بیاین هیپو برگر و این برگر رو ترای کنید. خب این انگا جان عزیز، به این نتیجه رسیدیم که فلفل خالیپینیو رو با پپریکا قاطی نکنید شاید بهتر باشه. واتر. خب من یه بار دیگه اینو امتحان بکنم ببینم به کجا داره میرسه. خیلی خوشمزه. مرسی. یه خورده تون شده ولی اصلا مسئله ای نیست، شما نگران نباشید. خب عجب برگری من درست کردم، فقط دارم میبینم که کجای منیو این برگر من باید بره. من فکر کنم این اول باید بره. حتما. خب بینندگان جان عزیز، با آقای فریدون اسدی اینجا هستیم. من به شما میگم فریدون جان اگه اشکال نداره، چون همه تو شوی من جانن. خواهش. خوش اومدید به علی جان شو. زنده باشید. خیلی متشکرم که اجازه دادید که ما بیایم اینجا و آشپزخونه‌تون رو در به داغون کنیم. خواهش می‌کنم. البته تمیز می‌کنم و بعدش ها. اشکال نداره، ما خودمون در خدمت هستیم. خب یه خورده درباره هیپو برگر برامون توضیح بدید که اصلا چطور شد اینجا باز شد. والا ما تو جنوب مونترال هستیم و مردم اینجا دنبال یه چیز جدید می‌گشتن که همبرگر رو ما اینجا اگه توجه کرده باشین گوشتش تازه است، همینجا چرخ میکنیم و در مقابل تمام چیزا فرش هست، چیز یخ زده نداریم. بله. و هوم فرایز هست، همه چی پرفکت و هلتی. شما به جز همبرگر چیز دیگه هم سرو میکنید اینجا؟ چیز دیگه خواهد بود در آینده نزدیک و این سورپرایز خواهد شد. و علی جان رب داره به ایرونی های عزیز و هموطنانمون. بله. که سعی خواهیم کرد که در آینده نزدیک بله یه برنامه داشته باشیم که اینجا تمام دوستان و عزیزانی که ایرانی هستن به صورت محلی باشه که کمیونیتی همه بیان دور هم جمع شن، دوستان و عزیزان ایرانی که تازه اومدن و قدیمی ها. بله. و شب خوبی داشته باشن اینجا. یکی دو شب رو اختصاص میدیم فقط برای ایرانی ها و میدل ایست. البته با وجود علی جان برگر که به منیو اضافه خواهد شد، مطمئن باشید، مطمئن باشید که مردم سرازیر میشن به این رستوران. حتما. برای صرف علی جان برگر و برگرهای دیگه ای که اینجا گذاشتید. درسته؟ بله. خب خیلی متشکرم که ما بودید. آرزوی موفقیت برای شما دارم. ممنون. و مطمئنم. مرسی میدون جان. زنده باشید. بیرندگان جان عزیز، متشکرم که ما بودید. با سپاس فراوان با شما هستیم در هفته های آینده با علی جان شوهای متفاوت. بدرود و لبخند هم فراموش نشه. این چتر من کجا رفت آخه؟ نمیدونم. اشکال نداره. چتر من رفت. این چتر رو برام آوردیم. من خیلی دلم میخواد این چتر رو بذارم تو این آب. نمیشه. اشکال نداره. به جاش چتر رو میذاریم اینجا. یه چتر رفت و یه چتر دیگه برگشت. این علی جان شوه. بدرود. این جزء برنامه. بله. در ضمن قیمت این چیز چی میشه؟ قیمتشو چند میخواییم بذارین؟ 4.99؟ 5.99؟ 6.99؟ چند میذارین؟ کسی فتیم بخوره کنم دارم بشید؟